در آسمان شکرت میکنم برای یه روزی دیگر که در خانه تو هستی. آمین. خداوند امروز ما رو مبارک بسازه. خداوند دلهای و افکار ما رو لمس کن. از طریق کلامت خداوند آنچه که گوینده کلامت کش رسول میگوید خداوند در دلها و افکار ما اعتراف ما این باشه که تو تنها نجات دهنده هست. حقیقتا که هست. عزیزان ما رو برکت بده خداوند. سلامتی تو بر یکایک عزیزان من باشه. چون که همین آره در نام عیسی مسیح زنده تر بیدن. آمین. آمین. انسان فطرتاً موجودی کنجکاو و مشتاق به دانش میباشه. حتی قبل از اینکه تجربه کنه که ناآگاهی و نادانی برای اون مضر هست و خطرناک هست، از همون دوران ابتدای نوزادی در پی فهمیدن و شناخت محیط خود هست. گویا خلأ خالی رو در وجود خود احساس میکنه و میل به دانش همچون کشش درونی وجود او رو تحریک میکنه. نویسنده اعلام میکنه دانش دموکراتترین منبع قدرت هستش که میخواد از وجود درون نیز اون شخص رو برسونه بانچه که به عنوان نیاز دانایی او هستش. از این رو میبینیم حتی در ابتدای خلقت مطابق کلام خداوند در باب پیدایش 3 اعلام میکنه که آدم و حوا نیز نیاز خودشون رو به دانش دیدن و در همون مسیر بود که طالب این شدن که از اون درخت دانش نیز استفاده بکنن. پس گویا کاملا انسان موجودی مجزاست نسبت به موجودات زنده دیگه، کاملا سوا از آنچه هستش که در دنیا هست و همین امتیازی شده برای او که در کنار کسب زندگی سالم و هم به دنبال خالق خیش و یا علت خلقت باشه. آن خالقی که با خلقت خیش دانش و دانایی خود توانسته دنیای به این زیبایی و نظم رو بیافرینه و این دانشی هستش که میبینیم که اکثر شعرهای ما، اکثر نویسندگان جهان درباره‌اش صحبت میکنن و هیچ کس غافل از این علم و دانش نمیتونه باشه و یا افتخارش بر این باشه که من در مسیر ناآگاهی و نادانی میتوانم زندگی خوبی رو داشته باشم. دانش ارزش خودش رو هرگز از دست نخواهد داد. شاعری اعلام میکنه دوستی با مردم نادان سفالین کوزه است، مانند ظروف سفالین هستش. میگه دوستی با مردم نادان سفالین کوزه است، بشکند گر نشکند
باید به دور انداختش. فرقی نمیکنه. اگر اون ظرف استفادید، حتی اگر نشکنه وقتی کهنه میشه، دیگه گویا استفاده ازش نمیتونیم داشته باشیم. دوستی با مردمان دانا چو زرین کوزه است، نشکند و بشکند نتوان به دور انداختنش. زمانی که علم و آگاهی در دانش در زندگی ما هستش، مانند یک ظرفی که طلاست، حتی اگر اپسد نصف بشه بازم میبینیم که جایگاه خودش رو خواهد داشت. در کتاب ایوب 9:4 من تفسیری و شریف رو دارم براتون میخونم، علت داره این رو میگم، خواهش من توجه داشته باشیم. میگه زیرا خدا دانا و تواناست و کسی را یارای مقاومت با او نیست. نویسنده بعد از کلمه دانا از کلمه توانا استفاده میکنه. در اصل دانایی خدا و توانایی او رو مکمل هم میدونه. اینا با هم هستن گویا. دانش خدا و توانایی هر دو با هم کار میکنن. لذا دانایی برای انسان فقط یک دانش است و همت در مسیر آن دانایی آدمی رو به هدف میرسونه، مشروط بر اینکه توانایی او به اندازه کافی نسبت به اون دانایی وی نیز باشه. برای مثال ما میدانیم آتش میسوزاند، اما زمانی که در آن قرار میگیریم ما هرگز نمیتونیم بر اون غالب بشیم. ما خوب میدونیم که شیرهای گرسنه و درنده اگر ما رو یک جا ببینن و ما مجهز نباشیم به ابزار دفاعی، اونها به راحتی ما رو میتونن بکشن. دانش من هست، اما دانش من کمک من نمیکنه که دلیلی بشه که شیر باعث کشتن من نشه. ما به خوبی میدونیم که جاذبه زمین اجازه نمیده زمانی که من روی آب راه میرم فرو نرم، ولی همین دانش به من کمک نخواهد کرد که مانع فرو رفتن من بشه. حالا برای درک بیشتر میخوام دوباره همین کتاب ایوب 9:4 رو از کتاب قدیمی میخوام براتون بخونم. اعلام میکنه او یعنی خدا در ذهن حکیم، یعنی در ذات درونش، در وجودش، لطفا دقت کنید، کمک میکنه به زندگیتون. او در ذهن حکیم و در قوت تواناست، یعنی آنچرا که به عنوان حکمت هست پشتبانه این حکمت یک توانایی است، یک قدرتی هست که دلیلی خواهد شد که آنچه که ما میخواییم بهش برسیم. او در ذهن حکیم و در قوت تواناست، کیست با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشد؟ هیچ کس نمیتونه در برابر حکمت خدا بیسته و پیروزی داشته باشه. در اصل اگر برعکسش کنیم یعنی این گونه میشه، هر کسی با حکمت خدا توی زندگیش عمل بکنه مطمئن باشه کامیاب میشه. کامیاب یعنی چی؟ یعنی پیروز شدن بر علیه تمام مشکلات و سختی ها، یعنی موفق شدن در آرزوهای دلم و رویاها، یعنی من نسبت به رستگاری این امید رو دارم که من رستگار خواهم شد. این کامیابی هستش. کسی که از حکمت خدا نشأت میگیره به این مراحل خوب نیز میرسه، اما اگر برخلافش این عمل کنه و فقط روی دانایی های خودش بخواد قدم برداره، چون دانایی های ما محدود هست و نتیجه مطلوب نمیتونه بده، متاسفانه باعث ترس های ما میشه، ما رو میترسونه و یا مشکلی رو که ما داریم این مشکل رو بیشتر میخواد نمایان بکنه و باز باعث ترس ما میشه. شخصی به دوستش میگه در طول سال چند ماه توی شهر شما هوا سرده؟ میگه 14 ماه. میگه بابا ببین کن سال 12 ماست و تو 14 ماه میگه اونجا سرده. میگه آخه 2 ماه بعد از عیدم بازم سرده. زمانی که ما آگاهی نداریم مشکلمون رو بزرگتر میبینیم. مشکل شما میتونه به اندازه ای باشه که فقط باید برای اون فکر کنی، ولی وقتی بزرگتر میبینی قصتش رو بیشتر میکنه.
همین مانع میشه که تو حرکت نکنی برای پیشبرد کارهای خودت. و یا برعکس، زمانی که ما آگاه نیستیم، اون حکمت رو نداریم، فقط بسنده میکنیم به دانش خودمون، اون جایی هستش که من خوش خیال میتونم باشم، روی شانس هستم، میگم میرم جلو ببینم میشه، شاید قسمت من خوب باشه، حالا و روی بخت خوب و بدم حرکت میکنم و بیشتر دوست دارم فکر کنم که میشه دیگه، همه چیز به نفع من میشه، این خوش خیالی با من هستش. پیره مرد 95 ساله میره جلوی آینه یه نگاهی میکنه، یه برانداز میکنه، میگه آینم آینه های قدیمی. و این گونه ما متاسفانه آسیب خواهیم خورد اگر فقط روی دانش و آگاهی خودمون باشیم. شاعر میگه در میان خون و روده فهم و عقل، جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل. در بین این همه دانش و دانایی ها و تجربه، فقط نسبت به حکمت توست خداوند من میتونم این تضمین 100% رو داشته باشم. پس ما در کنار دانا و دانایی و دانش نیاز به چی داریم؟ حکمت خدا داریم. حکمت خدا که کمک ما خواهد کرد تا بتوانیم در اون دانش و توانایی قرار بگیریم. باز در امثال 3:19 میخونیم، اعلام میکنه خداوند به حکمت خود زمین را بنیاد نهاد. خدا به حکمت خود زمین رو ساخت و به عقل خیش آسمان را استوار نمود. در از اینجا نمیگه خدا با حکمت و عقل خود به فرشتگان گفت فرشتگان این نقشه ساختن کره زمین هست، این نقشه ساختن آسمان هستش و شما باید این اعمال و این رفتار رو انجام بدید و وقتی شما با این رفتار و اعمالی که انجام میدید ما پدیده‌ای به نام کره زمین و کهکشانات رو خواهیم داشت. هرگز اینگونه صحبت نمی‌کنه، بلکه اعلام می‌کنه به نوعی مطابق مزمور 33 آیه 9 میگه خدا گفت و شد. حکمت خدا این است، خدا میگه و نیز خواهد شد. و در پیدایش باب 1 ما میخوانیم آیه 3 و تمام مواردی که در 7 روز بهش اشاره میکنه، در 6 روز و 7 روز که روز آرامش هست اعلام میکنه و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. میلیون ها سال طول نکشید، از تک سلول توی آب تبدیل به کرم، ماهی، مارماهی، سوسمار، میمون و انسان نشد. ما چه اینجوری در کلام خدا نمیخونیم؟ کلام خداوند گفت و شد و مسیح اومد ثابت کرد، مرده بود زندهش کرد، مریض بود شفاش داد و همه ما تجربه کردیم. حکمت خدا ماورای آن چیزی هستش که ما تصور میکنیم. اما دانایی انسان فقط آگاهی او هست که در کسب دانش بیشتر میتواند به کمک تجربه برای رسیدن به هدف عمل نماید، اما هیچ تضمینی در اون نیست. برای مثال دانستن اینکه شخصی سرطان داره، تا زمانی که من دانش درمان اون رو نداشته باشم هیچ توانایی در من نیست و هیچ کمکی به من نمیتونه بکنه که اون شخص بهبود پیدا کنه. حتی اگر توانایی داشته باشم نسبت بهبودی شخصی که سرطان داره، من تضمین 100% نسبت به اون نخواهم داشت، چون دانش من محدود است. اما حکمت خداوند که ریشه در ذات او و حقیقت او داره میتواند یاری کنه منو تا در بدترین شرایط زندگی به امید زنده، به ایمانی 100% و پیروزی و رفع مشکلات، سلامتی و کامیابی نیز برسم. که قدم اول آگاهی من نسبت به قدوسیت خداست، که خدا قدوسه، تا در این مسیر خود را از هر دروغ، از هر خرافه روش فکر کنیم، از هر شک خودمون رو تفتیش کنیم، از هر ترس تقدیس کنیم و در آن زمان دانایی ما به توسط خدا توانایی ما خواهد شد. در ایوب 28:23 باز میخونیم، اعلام میکنه
تنها خدا راه حکمت را میشناسند. تنها خدا راه حکمت را میشناسند. دانایی و دانش را نمیگه. دانایی و دانش را ما میتونیم بریم کسب کنیم. تنها خدا راه حکمت را میشناسند و میدانند آن را در کجا توان یافت کرد. و چقدر زیباست که من به دنبال این خدا باشم برای کسب آنچه که من حکمت بده. حافظ میگه حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، حافظ از دست مده دولت این کشتی نو، ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت. اگر خدای حقیقی رو شناختیم، دست به دست رو بدیم، از او حکمت رو بخوایم تا نه تنها دانش ما باشه، بلکه توانایی خدا نیز در اون نمایان باشه. باز در امثال 9:10 اعلام میکنه برای اینکه دانا شوی، توجه کن، برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری، یعنی دوستش داشته باشی، یعنی مانند شما عزیزان که کلیسای مسیح آمدید، عشق مسیح شما رو آورده اینجا، مانند عزیزان که روی فیسبوک با ما هستن، دوست دارن کلام خدا رو بشنون، عشق مسیح، عشق خدا دلیل اون شده. برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری. اگر آن قدوس را بشناسی، واو، پس اگه میخوای حکیم بشی باید اون را بشناسی. اگه میخوای بگی کاسه چه کنم چرا تو دستم هست، من سالهاست مسیح ایمان آوردم هنوز کاسه چه کنم هم تو دستم هست، لطفا به این آیه توجه کنیم. آیا خدا رو شناختیم؟ آیا میدونیم خدا قدوسه؟ پیام داریم با خدای قدوس بازی های مذهبی میکنیم. بیشتر بهش میپردازم اگر وقت بشه. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. میخوام یه بار دیگه بخونم بعد برای این آیه دست بزنید، چون ضرورت زندگی ماست. برای اینکه دانا شوی ابتدا باید به خداوند احترام بگذاریم، محبتش کنیم، مانند شما. اگر آن قدوس را بشناسی حکیم خواهی گردید. آمین. پس بشناسش. و این حکمت در ما توانایی این را دارد تا از آتش سوزان رها بده. مانند کی؟ شدرک، میشک، ابدنقو. زمانی که اینها را مجبور میکنه نبوکدنصر که بت طلایی رو بپرستن، اونها ممانعت کردن، اونها زانو خم نکردن در برابر بت، ایستادن، آنها رو انداختن توی کوره آتش. توی کوره آتش حکمت خدا اونجا عمل کرد، همون حکمتی که به اونها شجاعت داد تا در برابر بت و بت پرستان بگن نه. توی آتش مسیح با اونها بود. نبوکدنصر میگه ما 3 نفر رو در آتش قرار دادیم، اما الان من 4 نفر رو میبینم. نفر چهارم شکل پسر خداست. آمین. اینو نبوکدنصر بت‌پرست میگه، چون روح القدس براش باز میکنه. اگر من حکمت خدا رو بخوام توی زندگیم، با حکمت خدا عمل بکنم، شیرهای گرسنه حتی زمانی که من تجهیزات دفاعی ندارم، همون گونه که دانیال در چاه شیرها حبس شد، خداوند من و تو رو حبس میکنه. آمین. زمانی که با حکمت خدا هستیم. مطابق انجیل متی 14، با توجه به اینکه همه ما به خوبی میدونیم که روی زمین جاذبه هست و جاذبه زمین اجازه نمیده که ما روی آب بتونیم راه بریم، اگر حکمت خداوند رو بخواهید، همون گونه که شاگردان در طوفان بودن و عیسی مسیح روی آب قدم به قدم نزدیک کشتی اینها میشد، قایق اینها میشد، وقتی که پتروس مسیح رو دید، شما فکر میکنید پتروس از عیسی مسیح چی خواست؟ گفت من میخوام مانند تو روی آب برم، درسته، اما عملا این رو گفت، من اون حکمت تو رو میخوام. این چگونه حکمتی است که درش قدرت و توانایی هست که حتی جاذبه زمین نمیتونه بر او غالب بشه. و مسیح گفت بیا. وقتی که آمد روی آب قدم به قدم، تا زمانی که نگاهش به مسیح بود روی آب را رفت.
اما از وقتی که نگاهش رو روی موج دریا و روی دانش انسانی خودش دوفت رفت، هوشیار باش. وقتی به خدا می سپاری، وقتی به خدا توکل می کنی، وقتی حکمت خدا رو می خواهی، نگاهت به دانش زمینی نباشه. دانش زمینی خوبه، دانایی زمینی خوبه، علم زمینی خوبه، اما حکمت خدا ما برای این هست و اون تضمین 100% ما خواهد شد تا رفع تمام مشکلات بشه. نویسنده اعلام میکنه اگر خدا آرزویی در دلت انداخت، خیلی موقع هستش که ما میگیم دیگه الان توکل به خدا کنم، خدا کمکم میکنه، به دلم هست، برم برفرض میگم کشیش رسول برام دعا کنه در نام عیسی مسیح رفع مشکلم بشه، امروز برم کلیسا مشکلم حل بشه، این بر دل من هستش. میگه اگر خدا آرزویی در دلت انداخت، بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است. تو میتونی، تو فرزند خدا هستی و چون فرزند خدا هستی به راحتی میتونی در اون موقعیت قرار بگیری. و پاسکال نیز اعلام میکنه تمام فضیلت ها در فکر ماست، پس بکوشید تا خوب فکر کنید. خوب فکر کردن یعنی که خدا منو دوست داره، خدا عاشق من هست. وقتی با خدا وقت میذارم، حکمت خداوند یک پند و نصیحت نیست، حکمت خدا درش توانایی هست. این سری هستش که هر ایماندار اگر متوجه بشه هرگز در زمان مشکلات و سختی ها و نیازهاش قصه نمیخوره و نمیترسه، مشروطه برای اینکه کاملا این رو درک کنه. در کتاب تثنیه 34 یک نمونه به ما میده، اعلام میکنه یوشع بن نون از روح حکمت مملو بود، یعنی پر بود. چرا یوشع باید از روح خدا و پر باشه؟ روح حکمت خدا. میگه چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود، یعنی موسی دارای یک قدرتی بود که وقتی دست گذاشت روی یوشع، یه دفعه یوشع پر از روح حکمت شد. بله موسی پر از روح القدس بود. زمانی که موسی خادم خداوند دست بر او گذاشت، مسیح که خدا به بود داد به توسط روح القدس و یوشع که منتظر حکمت خدا بود، یوشع موسی رو خائن ندید، یوشع موسی رو دوز ندید، یوشع موسی رو زناکار ندید، یوشع موسی رو شخصی ندید که ناشایسته و نالایقه. کاری که شیطان همیشه در بین خادمین انجام داده، کلیسا انجام داده، مردان خدا و زنان ایمان رو با شایعات به طور خاص تو این عصر، با تفرقه به طور خاص تو فیسبوک، اینستاگرام، متاسفم که به راحتی میبینم کشیش هایی که سالها خداوند رو خدمت کردن، یک بار شخص یا افرادی میان به اونها توهین میزنن، اونها نیستن که این کارا میکنن، این شیطانه که پشت اونها را مجبور میکنه این کارو بکنن. چرا وقتی که مردم برن نزد شبانان، نزد کشیشان دعا بکنن، هزار تا فکر بکنه و اونجا اون مس اون خادم رو نتونه بگیره، از روح مقدسی که خدا به او داده اون شخص نتونه برکت بگیره. پس هوشیار باش. اون جایی که غیبت یک خادم خدا رو میشنوی، تو هم مجرمی. وای به اون افرادی که کلم تکون میدن، تعریف به زبانشون بدم میگن. انتظار داشته باش کاسه چه کنم تو دستم بگیریم. زمانی که مردان خدا و زنان ایمان رو تایید میکنید که نمیتونن از طرف خدا باشن و این هم خیلی جایگاه بدن، همه اشتباه میکنن، اما خدا اشتباه نمیکنه. خدا اشتباه نکرده کشیش رسول رو اینجا گذاشته. خدا اشتباه نکرده شما ها رو انتخاب کرده. پس اجازه ندید اشتباه و دانش انسانی ما باعث این بشه حکمت خدا در زندگی ما دیده نشه. اعلام میکنه یوشع از روح حکمت مملو بود چون که موسی دستهای خود را بر او نهاده بود و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودند. این ثمره حکمته. شما میگید سال هاست که من برفرض با همسرم مشکل دارم، هیچ موقع منو نمیفهمه، هیچ موقع منو درک نمیکنه، بچه‌ها منو درک نمیکنن، کارفرما منو درک نمیکنه، دوستانم منو نمیفهمن. آیا اجازه دادی فهم و ادراک خدا بر فکرشون بیاد یا فقط خودت عمل کردی؟ همیشه سعی کردیم که دیگران رو عوض کنیم،
غافل از این که اگر بریم در حضور خدا زانو بزنیم، خدا میگه تو باید عوض شی رسول، تو باید عوض شی، اونها عوض میشن، تو اشتباه ایستادی. حکمت خدا این گونه عمل میکنه، چون میگه خدا گفت و شد. پس آنانی که مخاطبین ما هستن باعث رنج آزار ما میشن رو از خدا بخواه که خدا این حکمت رو به تو بده و اون نیز عوض میشه و باعث برکت زندگی تو خواهد شد. و بنی اسرائیل او را اطاعت نمودن، بر حسب آنچه خداوند به موسی امر فرموده بود عمل کردن. این میوه هست که به توسط حکمت خداوند به ما داده میشه و باعث برکت زندگی ما میشه. اون اوایلی که من و خانوادم با آمریکا اومدیم، محلی که زندگی میکردیم، دوست عزیزی بود، هموطن عزیزی بود که ایشون اصلا باور به خدا نداشت و مدام هر اتفاقی توی آمریکا میافتاد ایشون در خونه ما رو میزد، در باز میکرد، گفت بیا ببین عیسی مسیح چه کار کرد. 11 سپتامبر مثلا به رخ ما میکشید، تا مثلا اینجا جنگ میشد گفتم بله، میگفت ببین عیسی مسیح جنگ درست کرد. یعنی مدام کارش این بودش و دیگه از این دو زموریت گذشته و من ایشون رو بشارت بدم، ایشون داشت من رو بشارت میداد که از مسیح جدا بشن. ولی خب من برای این شخص فقط دعا میکردم، چون حقیقتا دوستش داشتم، برایش دعا میکردم. یه روز همسرش اومد در خونه ما رو زد، گفت بعد رسول اگه میشه برای همسر من دعا کن، برو یه سری بهش بزن. گفتم چرا؟ گفت 20 سال یک جا کار میکرده، یک دفعه اخراجش کردم به خاطر اینکه داشته بازنشسته میشه، حالا اخراجش کردم و این داره دیوونه میشه و حالش اصلا خوب نیست. من قبل از اینکه برم پیش اون دعا کردم، روح القدس گفت فلان موقعش نیست بریم. من رفتم با اینکه همسرش من گفته بود که تمام دلم بود، اما نرفتم. فرداش دعا کردم گفتم، پس فرداش گفتم. روز سوم وقتی دعا کردم، روح القدس گفت الان برو، همین الان هم برو. گفتم الان بعد از ظهر میرم. گفت همین الان برو. بالاخره با یک حالت نگران کننده هم رفتم در اتاقش زدم، باز نکرد. دوباره زدم، باز نکرد. دوباره زدم، دیدم یه ذره در رو باز کرد. اصلا من چهرهش رو دیدم ترسیدم. این آدمی که اینقدر دیسیپلین داشت، اینقدر خوشتی بود، یک تفیدم موهای به هم ریخته جوریده، ریشاش در اومده، اینجوری نیا، چی میخوای؟ گفتم هیچ، من فقط اومدم بگم باهات صحبت کنم، شنیدم، متاسفم، برات دعا کنم. گفت نه نمیخوام. گفتم ببین راستیتش من نخواستم بیام، خدا به من گفت بیام. نمیدونم تو داری چه کار میکنی، ولی خدا میخواد اون کارتو نکنی. یه دفعه در باز کردم، در باز کردم، دیدم خونه چقدر به هم ریخته است. روی میزش یک عالمه قرص بود، یه سیم بود که دو طرف لخ بود. و گفتم اینجا چه خبره؟ گفت چی؟ میخوام خودم بکشم. تام نیومدی، تام اومده نمیذاره من خودم بکشم. گفتم بذار باهات صحبت کنم. شروع کردم باش صحبت کردم و اون شروع کرد گریه کردن. و من از کلام خدا گفتم، براش دعا کردم. همون شب قلبش به مسیح داده بودم. گفت چون اگر تو 5 دقیقه دیرتر اومدی، من یا این قرصا رو خورده بودم یا با برق خودم رو میکشتم. حکمت خدا این هست، به موقع به ما میگه چه کار کنیم، به موقع به شماها میگه توی زندگیتون چگونه عمل کنیم، مشروطه بر این که حقیقتاً این کار رو بکنیم. کلام خداوند در کل 66 کتاب نیز اشاره به این میکنه که حکمت خدا رو نیز دریافت کنیم. به طور خاص در کتاب امثال جامع در نامه یعقوب 1:5 اشاره میکنه، اگر از شما کسی محتاج به حکمت باشد، سوال بکند از خدایی که هر کسی را به سخاوت عطا میکند. یعنی بیشتر از اون چیزی که تو انتظار داری به شما میگه. به من گفت برو پیش این شخص و من فکر نمیکردم پیروز بشم، ولی وقتی رفتم خدا همه کارها رو انجام داد. دل اون شکسته و منتظر یک کسی بود که دل شکسته او آروم بشه و ملامت نمی کند، سرزنش نمی کند و به او داده خواهد شد. در ادامه آیه 6 می گوید به ایمان سوال بکنید و هرگز شک نکنید. همچنین در کتاب ارمیا
33 میخونیم که اعلام میکنه مرا بخوان که تو را اجابت میکنم و از آن چیزهایی که نمیدونی چکار میکنم تو را آگاه میکنم و به تو این آگاهی رو خواهم داد. دیگه اونجا لزومی نداره. اگر من و شما از حکمت خدا پر بشیم چه لزومی داره با نقشه های انسانی با فکر های انسانی به دنبال این باشیم که حقمون رو بگیریم، به دنبال این باشیم که از خودمون دفاع کنیم، چرا که اون نیز تله خواهد شد که به ما آسیب خواهد رسون. مردی که همسرش زنش رو بسیار اذیت میکرده، حتی به دوران مریضی و سرطانی که داشته اونو اذیت میکرده، وصیت میکنه و وصیتش میده به وکیلش و به وکیلش میگه که این وصیت رو زمانی که من مردم به همسرم بگو و مواظب باش هرچی میخوام انجام بشه. بعد که میمیره وکیلش میاد میگه همسر وصیت کرده که تمام داراییش تبدیل به پول کنه و این پول رو میخواد توی قبر بذاره و هیچی نه برای تو نمیخواد بذاره. زنم قبول میگه باشه. بعد که تشییع جنازه تموم میشه وکیل میگه خب ببینم چیکار کردی شما؟ میگه هیچی، خونه رو فروختم، همه رو ببینم همه اسناده و یه حساب بانکی برای خودم باز کردم، همه رو ریختم توی حساب خودم و یه چک نوشتم گذاشتم توی صندوق، گذاشتم توی قبر. حکمت های انسانی جوابش اینجوری میشه. فقط فکر نکنیم ما عاقلیم، عاقل دنیوی. دنیا خودش خوب میدونه چه کار کنه. 40 سال هست اسیر همین عقل انسانی شدیم که ملت ما رو فریب دادن و در رنج و ستم نیز داریم به سر میبریم. حکمت از ذات و قدوسیت به حقیقت خدا نشد میگیره. بنابراین میباید جدیت، صداقت و به احترام عمل کنیم. باز در کتاب امثال 2:3-6 میخونیم، اعلام میکنه بینش را طالب نما و دانایی را جستجو کن، همانطوری که برای به دست آوردن پول. خیلی اصلا دیگه نمیان کلیسا به خاطر اینکه موقعیت درآمدشون خراب میشه. یه دست برای خودتون بزنید. جلال اصلا یه دست برای خودت بزن. میفهمم بعضی موقع ها ما به خاطر موقعیت مالیمون شاید نتونیم بیاییم، اما اینکه کلیسای مسیح رو به خاطر درآمد رها میکنیم غافل از حکمت الهی شدیم یا به خاطر هر موضوع دیگه. اعلام میکنه بینش را طلب نما و دانایی را جستجو کن، همانطوری که برای به دست آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت میکشی، برای تحصیل حکمت تلاش نما. اگر چنین کنی معنی ترس یعنی شناخت. ترس از خداوند را میفهمی، درک میکنی شناخت خداوند را و در شناخت خدا موفق میشی. وقتی خدا را میشناسیم اون جایگاهی هستش که خداوند ما را برکت خواهد داد و حیات با ما خواهد بود. و اعلام میکنه خدا بخشنده حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست و او به ما این دانایی رو میده. شاعر نیز اعلام میکنه کوله بارم بر دوش، سفری میباید، سفری تا ته انتهای محض. هر کجا که لرزیدی از سفر ترسیدی، فقط آهسته بگو من خدا را دارم. وقتی حکمت خدا باهات هست، پیام خدا با تو هست، خدا به تو این برکت رو میده. اگر ما مایل هستیم از حکمت خدا که توانایی و نیکویی های خدا در زندگی ما میباشد استفاده کنیم، پس میباید قدوسیت او که کمال نیکویی هاست رو بشناسیم و خود رو تقدیس نماییم تا بتونیم به او نزدیک بشیم. بریم با هم دیگه نامه اول پتروس باب 1:15-16 آیه ثابت ما هست عزیزان، آیه حفظی ما هست رو داشته باشید. آیا همه بروشور دارن؟ اونها که ندارن دستا بره بالا لطفا. یه نفر اینجا هست پشت ستون، لطفا دستا بالاتر بره. مرسی. دستا بره بالا. حالا بعدم بله همین حالا. خب این آیات رو لطفا حفظ کنید. بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است، خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید. آمین. زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. آمین. 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 ما برای یک شخصیت سالم، برای خودمون، یک خانواده سالم، یک جامعه سالم،
یک کشور امن و آباد و سالم در مسیر حکمت خداوند نیز نیاز داریم که بتونیم متوجه آنچه که اراده خداست بشیم و قدم برداریم. امیر کبیر اعلام میکنه: ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد فکر کردم شاید شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم ملت دانا میخواهد. فقط نمیتونه یک نفر به عنوان کشیش و شبان درک کرده باشه حکمت خدا یعنی چی، که این باید پیوسته و همیشگی باشه، بلکه همه ایمانداران باید اینو درک کنن. وقتی که همه ما در کنار هم ادراک درست نسبت به اراده خدا داریم، کشش کلیسا همیشه نباید مدام از ضرورت کلیسا و ایمان شما صحبت کنه، از دهیه صحبت کنه، از خبر خوش نجات صحبت کنه، از ایران صحبت کنه. خود شما میاد به من میگید بعد رسول من توی دعا خدا اینو دیدم، توی رویا اینو دیدم، در خواب اینو دیدم. شما هم هستید آنچه که من از خدا شنیدم به من انتقال میدید. ولی زمانی که فقط در کل کلیسا دو سه نفر هستن در حضور خداوند میرن، همون دو سه نفر متحد هستن با حکمت خدا، ولی خدا میخواد همه ما رو برکت بده. آمین. بریم با هم دیگه لطفاً نامه رومیان 1:18-32 رو بخونیم. نویسنده پولس رسول هستش و لطفاً توجه کنیم به این آیات. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. در اصل نویسنده صحبت از این می کنه که خشم خداوند در برابر دوری انسان هاییست که از حقیقت دور شدن، از حقیقت خدا دور شدن، از شناخت اصلی خدا دور شدن، و چون از اون دور شدن پس بنابراین نمیتونن در هدف خلقت به خوبی قرار بگیرن. بله، خدا آنان را مجازات میکند و این کار برحق است. مسلماً از این که انسانی از خدا دور میشه، خدا اونو نمیخواد اذیت کنه. اصلا دوری ما از خدا باعث خواهد شد ما آرامش نداشته باشیم، چون در حضور خدا کمال خوشی هست. پس زمانی که من از خدا دور هستم من آرامش ندارم. پس این برای نیست که خداوند یه شلاق دستش گرفته به ما بزنه و یا وسیله عذاب ما رو تهیه کنه، آماده کنه. هرگز دوری من از خدا به طور خاص ایمانداران مسیح اگر تو جایگاه درستی که خدا اونها رو قرار داده نیستن، مدام توی آزمایشات هستن، وسوسه ها هستن، توی مشکلات و سختی هایی هستن که شیطان ایجاد میکنه. از این رو حتما از من بارها شنیدید، شاید جمله درستی نباشه، ببخشید، که میگم بهتره که ما به مسیح ایمان نیاوریم تا اینکه ایمان بیاوریم و وفادار به اون نباشیم. و این هوشیاری هست که فقط من نمیدونم، هوشیاری کلام خداوند نیست میگه. بله، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا میتوانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان آنان قرار داده است. اگر من حقیقت خدا را کشف نکنم، متاسفانه به دامن خرافات گرفتار میشم، به دام خرافات گرفتار میشم. اما با شناخت خداوند اجازه نمیدم هر صدایی، هر موقعیتی من رو مجذوب خودش بکنه و از اون خرافات نشد بگه. در طول تاریخ حتی مسیحیت رو خرافات گرفته، اما اون مسیحیایی آلوده خرافات شدن، خرافات مذهبی شدن، آنانی بودن که در رابطه با خدا داشتن و نه در کلام خدا نیز اون عمق درست رو یافتن. شاعر میگه معنی آن باشد که بستاند تو را، بی نیاز از نقش گرداند تو را. معنی آن نبود که کور و کر کند، ما تو را بر نقش عاشق تر کند. اگر من خدا را بشناسم، از این به بعد دیگه به دنبال خرافات نمیرم. اگر من خدا را بشناسم، به دنبال مرده ها نمیرم، قمه نمیزنم، زنجیر نمیزنم، سینه نمیزنم، تو سر خودم نمیزنم، روی زمین نمیخزم که خدا از من راضی باشه. من میدونم خدا عاشق منه، خدا منو دوست داره. اگر من خدا رو بشناسم، به خاطر خوشنودی خدا دیگرانی که دیگر باور هستن و مثل من فکر نمی کنن، نمیرم اونها رو بکشم. یه درم آماده نمی کنم که برید با اون عده بجنگید که اونها خدا رو نمیشناسن یا مثل ما فکر نمی کنن، هم اونا کشته بشن هم اینا کشته بشن. اگر من خدای حقیقی و خدای زنده رو بشناسم،
در جایگاه درستی ایستادم که هرگز دست به اعمالی نمیزنم که باعث ترس و نگرانی و ناامنی بشه. مدارمی اعلام میکنه عاشق بیگناه را بهر ثواب میکشی، عاشق بیگناه را بهر ثواب میکشی، بر سر گور کشتگان بانک نماز میکنی. مذاهب دروغین این گونه عمل میکنن. یکی از دلایل بیبرکتی در کشور عزیز ما ایران این هست که مردم خدا دوست خدا شناسی را نمیدانند. اگر خدا را میشناختند هرگز به دنبال بت نمیرفتند، به دنبال الله نمیرفتند، به دنبال اسلام نمیرفتند، به دنبال یهوه خدای حقیقی و خدای زنده میرفتند و هرگز چنین بیبرکتی نبود. نظامی که در ایران هست و باعث این همه بدبختی هست نظام مسیحی نیست، دموکراسی نیست، نظام اسلامیه و محصول و میوشم 40 سال بدبختی و مشکلات هستش. حالا اگر اونو بیدیم توی یک جامعه کوچکتر همینه، توی یک خانواده اسلامی هم همین بیبرکتی ها نیز خواهد بود. بله؟ از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. میدونستن خدایی هست که جهانی را آفریده. متوجه شدن که این همه نظم باید از یک موجودیت خیلی عالی می اومده، اما اونقدر بهش نزدیک نشدن که ماه پرست شدن، بت پرست شدن، الله پرست شدن، حقیقت رو نتونستن درک کنن نسبت به آنچه که درست هستش. اما خداوند میل به این داره به ما کمک کنه، حکمت رو به ما بده. در مزمور 32:8 میخوانیم، میگه تو را حکمت خواهم آموخت، مشروطه برای این که به اون نزدیک بشیم، تو را حکمت خواهم آموخت و به راهی که باید رفت ارشاد خواهم نمود و تو را به چشم خود که بر تو است، یعنی روح القدس، روح القدسی که به من و تو داده، به توسط روح القدس، قدر روح القدس رو بدونیم، احترامش میذاریم، هر روز از روح او پر بشیم، به چشم خود که بر تو هست نصیحت خواهم فرمود، یعنی تمام نگاه من به او باشه. علم و دانش رو احترام بگذاریم. در مسیر علم و دانش انسان توانسته به امنیت نسلی برسه، به نیازهاش برسه، به حاجتش برسه. بسیار عالیه، خدا او رو به این داد، انسان داده. اما حکمت رو از انسان نمیتونی بگیری، حکمت رو روی تجربه نمیتونی بگیری، حکمت رو فقط باید از خود خدا بگیری. شاعر میگه محبوب همه باش، علم و دوست داشته باش، تحصیل کن، بهترین باش، معشوق یک، محبوب همه باش و معشوق یک، حکمت رو از خدا بگیر، مهرت رو به همه هدیه کن، عشقت رو به یک، به دنبال علم برو، یاد بگیر، کسب دانش کن، تحصیلات کن، اما فراموش نکن آن کس که میتونه به تو حکمت بده که درش قدرت و توانایی پیروزی ها هست، توی زندگی، توی محل کار، توی رابطه ها، فقط خداست، غیر از خدا نیستش. بله؟ در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است، در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چرپایان و خزندگان تبدیل کردند. به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوس‌های خودشان در ناپاکی واگذاشت. چون فقط و فقط به علم و دانش خودشون نگاه کردند، دانش خودشون رو فقط پذیرفتن، کاری به حکمت خدا نداشتن، گفتن ما دانا شدیم. عزیزان، واعظین و معلمین کتاب مقدس در این کلیسا و در هر کلیسای دیگه، در اصل آنچه که نسبت به کلام خدا اون دانشی که هست به شما انتقال میدن، اما قدرت و توانایی رو خودت باید بگیری در حضور خدا. ما اینجا کسی نیستیم که به شما در زمان دانش قدرت هم بهتون بدیم، مثل توی این فیلم های تخیلی هست، بگم بگی حالا نخیر، باید بری در حضور خودم، گذشته از کلام خدا، از خدا حکمت رو تو بخواه،
یکی از نقطه ضعف‌های کلیساها به طور خاص کلیساهای فارسی زبان این روزها بر این هست که همش صحبت میکنیم، همش میخوایم یاد بدیم به دیگران. به قولی واعظی میگفت خدا رو شکر در بین 10 تا ایماندار ما 25 تا معلم داریم. من میخوام بگم خدا رو شکر در بین 25 تا معلم ما 100 تا کشیش داریم. صبح که بلند میشی رو فیسبوک میری، روی اینستاگرام میری، یه شخصیت تازه رو میبینی که اینجوری ایستاده و داره کلام خدا رو میخونه برات، میگه من رسول خداوند هستم، خدا به من اینو گفته. خدا رو شکر معلم کلام خدا میگه همه معلم نشین، کجا ایستادی؟ یک معلم خوب، یک شبان خوب گذشته از این که تحصیل کرده، مست خدا رو داره، دل شبانی داره، دلش میسوزه برای مردمش، ناراحت و نگران مردمش هست که توی ایران چه اتفاقی داره میفته. فقط آیه آیه و کلام کلام نیست، باور کنید نیست. عذر میخوام مثل فریسی ها شدیم، فقط آیه و کلام روی فیسبوک پره، غافل از این که یه آیه خط بنویسیم برای این مردم دردمند. به فکر باشیم و اندیشه کنیم که چی بشه. کلیساهای فارسی زبان رو بستند، هیچ اتفاقی نیفتاد. عجب غیرتی داریم ما کلیساهای فارسی زبان و ایرانی، هیچ کاری نکردیم. یک کشیش آمریکایی رفت توی ایران پشت زندان اوین فریاد زد، داد زد، به چه حقی فرزندان خدا رو توی این زندان کردیم؟ ما گفتیم خب به ما چی، اون یه آمریکایی بوده، ما نمیتونیم از این کارا بکنیم. چه اتفاقی افتاده؟ عذر میخوام، غافل از توانایی و قدرت حکمت خدا شدیم. چون حکمت خدا ترس رو میگیره، نگرانی رو میگیره، ولی وقتی که من در حکمت خدا نیستم با ترس و وحشت حتی در مسیحیت زندگی میکنم. درمونده روزی که این آگاهی و بیداری به توسط روح القدس بیاد و کلیساهای ایران بیدار بشن، شبانان یک دل همه کلیساها بیستن و در نام عیسی مسیح با قدرت نه با ترس فریاد بزنن سرنگون با این نظام اسلامی و ما شاهد آزادی ایران خواهیم. بله بفهم باشه که با یکدیگر بدنهای خود را ننگین سازند. آنان حقیقت خدا را به دروغ تبدیل کردند و آفریده های خدا را به عوض خود آفریدگار پرستیدن، آفریدگاری که تا ابد شایسته ستایش است. پس چقدر مهم هست عزیزان آنچه را که میشنوید شما مسئولید. کاش که نبودید بشنوید، حالا که هستی شنیدی مسئولی که این کلام را پیگیری کنی. از امروز وقتی بدی، وقتی مخصوص بدی به حضور خدا که از حکمت خدا پر بشی. حکمت خدا به من و تو قدرت و توانایی خواهد داد. وقتی برای یک مریضی که دکترها جواب کردن دعا میکنیم و شفا میگیره، حکمت خدا به ما این قوت و این امید رو میده. موقعی که توی مشکلات و سختی ها هستی خداوند به تو این قوت رو میده، امید رو به تو میده که میگه من با تو هستم، تو شکست نمیخوری، نگران نباش. فکر نکن مسیحیت اینه که بیا اینجا دوتا سرود بخونی، دوتا دعا بکنی، یه دونه موعظه بکنی، اینجا موعظه رو گوش بکنی، بری توی قصه مشترک از گواهیت بگی. نه نه، مسیحیت اینه که با قدرت و توانایی مسیح زندگی کنی، امید زندگی خودت و دیگران باشی، باعث سلامتی و آزادی باشی. بله؟ لذا خدا آدمیان را تسلیم شهوات ننگین خودشان کرده است. زمانی که کلام خدا را خوب گوش نمی کنن، زمانی که دیگه انسان پذیرش این را نداره تعلیم پذیر باشه، میخواد هر کاری دوست داره بکنه، اشکال نداره. یه ساعت بردار است که موعظه کنم، من 5 دقیقه پستمه، بقیهش خیلی دیولش کنم، سیاسی و انقلابی از این اصلا دوست دارم. من میام تو کلیسا خودم رو نشون بدم، بعد میذارم میرم، کاری ندارم. الان فکرم یه جای دیگه است. شما کجا فهمید بردار است؟ هستیم دیگه، ببخشید، باید آزاد بشیم. اگر از حکمت خدا پر نشیم هرگز نمیتونیم تو جایگاه درستی بایستیم. نویسنده ای اعلام میکنه بیسوادان قرن 21 کسانی نخواهند بود که نمیتوانند بخونند و بنویسند، بلکه کسانی خواهند بود که نمیدانند چگونه یاد بگیرند. خداوند این قوت رو میخواد به ما بده که در جایگاه درست برای یادگیری عمل کنیم. سقراط نیز اعلام میکنه من نمیتوانم به هیچ کس چیزی یاد دهم، فقط میتوانم آنها را وادار به فکر کردن بکنم. امروز کار منم همین هست، کار من این هست که شما عزیزان رو در اصل تشویق به خوندن کلام و در حضور خدا بکنم.
اما اگر از اینجا رفتید بیرون نرفتید دنبال این، منتظر این برکتی که امروز من صحبت کردم نباشید. ببخشید، فکر نکنید این برکت رو میگیرید، باید انجامش بدید. اگر انجامش دادید، شما نیز مرد حکیم و زن حکیم خواهید بود که خدا تو رو برکت میده. بله؟ حتی زنها روابط طبیعی جنسی را به آنچه غیر طبیعی است تبدیل کردند. به همان طریق مردان روابط جنسی طبیعی را با زنها ترک نمودند و در آتش شهوت برای همجنسان خود سوختند. چون حکمت خدا را نداشتند. آنچه را که دیدن مد شده انجام دادند. به نگاهشون فقط به اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک و تلویزیون و هالیوود و این قصه ها بود و در همون مسیر نیز قدم برداشتن، غافل شدن که خداوند میخواد روح خودش رو بده تا به توسط روح القدس مطابق انجیل یوحنا 14:26 که اعلام میکنه روح القدس همه چیز را به ما تعلیم میده و آنچه که مسیح گفته یاد ما میاره. اعمال رسولان 1:8 میگه قدرت و قوت رو خواهد داد. یوحنا 16:8 میگه ما رو ملزم میکنه. یوحنا 16:13 میگه راهنمای ما خواهد بود. و مطابق کتاب یوحیل 2:28-29 میگه به ما عطایایی همچون نبوت رو میده تا به فیض خداوند نسبت به خودمون و آینده نیز اون آگاهی و دانش رو داشته باشیم که چگونه عمل کنیم. بله؟ مردان مرتکب کارهای زشت و ننگین با مردان دیگر شدند و در وجود خودشان مجازاتی که در خور چنین خلافکاری است دیدند. چون آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند، خدا آنها را تسلیم افکار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست به جا آورند. آنها از انواع شرارت و بدی و طمع و بدخواهی و همچنین از حسادت و آدمکشی و نزاع و فریبکاری و سوء نیت پر هستند. آنها شایعه می سازند و از یکدیگر بدگویی می کنند. از خدا نفرت دارند. وقتی قدرت حکمت خدا بر ما نیست، ما شایعه پذیریم به جای تعلیم پذیریم. می دونستی؟ فقط میگیم کشیش حرفاش خوب بود و پس چرا این کار رو کرد بدون که اصلا بشناسیمش؟ این برادر ایماندار ما چرا اینجوری شد؟ مگه تو تحقیق کردی؟ زود می پذیری. چرا می پذیری؟ این یک ویروسه دیگه. چون از حکمت خدا پر نیستم، متاسفانه خلأهایی در من هست که شایعه میخواد اون رو پر کنه، دروغ‌ها میخواد اون رو پر کنه. نه تنها نسبت به کلیسا، نسبت به همسره، نسبت به فرزندانه، نسبت به دوسته، هم کلیساییت میخواد به تو آسیب برسونه. بله؟ گستاخ و متکبر و لافزن و سازنده بدیها هستن و از والدین خود سرپیچی میکنن، بیفهم و بیوفا و بیعاطفه و بیرحمند و با وجود اینکه فرمان خدا را می‌دانند که مجریان چنین کارها مستوجب مرگند، ولی نه فقط خودشان این کارها را می‌کنند بلکه دیگران را نیز در انجام آنها تشویق می‌کنند. متأسفانه می‌تونید برای کلام خدا دست بزنید؟ لطفاً بازم بخونید. پس از روح خدا اگر پر بشیم مطابق رومیان 8:15 ترس بر ما غالب نمی‌شه، در ضعف نمیمونیم مطابق رومیان 8:26 و میتونیم با قوت خدا زندگی کنیم. لطفاً چراغای وسط رو روشن کنید. بریم با هم دیگه نکات رو داشته باشیم. سپاسگزارم. آیا همه بروشور داریم؟ کسی اگر بروشور نداره لطفاً دستش رو بگیره بالا. قدوسیت خدا و مقدس بودن انسان. این درس بسیار پر اهمیته برای همه. خواهش میکنم تمرکز درست روی این درس داشته باشیم، بیشتر از درس‌های دیگه. قدوسیت خدا در بی‌نهایت بودن نیکویی‌اش میباشد که دلیل رحمت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از گناهانش میباشد که باعث نزدیکی وی به خدا میشود. نکته دوم که مال امروز هست، عزیزان اینها رو پر کنید. قدوسیت خدا در بی‌نهایت بودن حکمتش است. دانش ما محدوده، حکمت خدا نامحدود است. می باشد که دلیل حقیقت او در جهان است. مقدس بودن انسان در دور بودن او از خرافات می باشد که باعث ایمان به خدا می شود. و اگر من حکمت خدا را طالب باشم باید به خدا نزدیک بشم. وقتی به خدا نزدیک می شم مسلم بدونیم که دور از خرافه و آنچرا که بر علیه زندگی من خواهد بود و همین دلیلی خواهد شد که من در مسیر زندگیم توی مشکلات و سختی‌ها شکرگزار باشم و در شکرگزاری بسپارم. خب به خدا من اعتماد دارم. وقتی من ایمان دارم صدای خدا رو شنیدم
و خدا مرا حمایت میکنه، هرگز ناامید نمیشی، هرگز نمیترسی. پس به راحتی میتونی توی مشکلات و سختی ها بگی چی؟ بگی چی؟ خدایا شکرت، چون اعتماد دارم و این حکمت رو خدا به ما میده به توسط روح القدس. خواهشم این هست اگر تا به امروز این گونه نبودیم، در حضور خداوند از خدا بخواه که به من و شما، همه ما، این قوت رو بده که وقت بیشتری به حضور خدا بذاریم برای دریافت حکمت. ما بدون حکمت خدا نمیتوانیم زندگی سالم و زندگی پر امید و زندگی صلح آمیز رو داشته باشیم. حتما میباید حکمت خدا در ما عمل کنه. بریم با هم یه آیه آخرم داشته باشیم. سپاس کنم. نامه یعقوب 3:13-18. کیست در میان شما که حکیم و عالم باشد؟ پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد. آمین. که وقتی که حکمت خدا میشه، وقتی وجود من از حکمت خدا پر میشه، چهره من چهره‌ای آروم، شاد، امیدوار هست، حتی توی مشکلات، حتی توی سختی ها. شاعری اعلام میکنه: ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند، ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند، و چون دریا آرام شد خود را اسیر صیاد دیدند. تو مشکلات و سختی ها، مشکلات و سختی ها رو نگاه نکن، حکمت خدا رو بخواه. چه بسا همون مشکل و همون سختی حکمت خدا توی زندگی. بپذیر که خدا رو میخواد به خیریت تبدیل کنه. امروز کجا ایستادی؟ امروز مشکل تو چیه؟ سختی تو چیه؟ وقت نیست. اگر یه گواهی میدادم که برای من دیشب توی خواب پیش اومد در رابطه با این، حتما تو جلسه بعد خواهم گفت، یادم بندازید که مشکلات و سختی ها توی زندگی ما اگر حکمت خدا رو بخوایم، همون نیز خیریت ما هست. ازش فرار نکن، به ایستا خدا عمل کنه. بله؟ لیکن اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب داری، فخر مکنی و به ضد حق دروغ مگویی. آمین. این حکمت از بالا نازل نمی شود. جنگ های ما، دعواهای ما، ناامیدی های ما، ترس های ما، نگرانی های ما، خستگی های ما، آزردگی ما، این که ما دیگه میگیم نه خیلی بد شده، چقدر خدمت بین ایرانی ها سخته، سرخوردگی ما، اینا از طرف خدا نیست. اینا هرگز از طرف خدا نیستش. امید، آرامش، صلح، عشق، ادامه به خدمت برای آزادی ایران، برای گسترش خدمتمون، برای گسترش زندگی، رابطهات از طرف خدا هستش. بله؟ بلکه دنیوی و نفسانی و شیطانی است. زیرا هر جایی که حسد و تعصب است، در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود می باشد. لیکن آن حکمت که از بالاست، اول طاهر است و بعد آمین. تفتیش کن خودتو. یه بار دیگه این قسمتو بخون. تفتیش کن زندگیتو. لیکن آن حکمت که از بالاست، اول طاهر است و بعد صلح‌آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه های نیکو و بی تردد و بی ریا و میوه عدالت در سلامتی کاشته می شود. آمین. برای آنانی که سلامتی را به عمل می آورند. هاللویا. برای آنانی که میرن در حضور خدا، طالب حکمت خدا هستن. دو تا سوال آخرم بخونیم. از آن تشویق میکنم پنجشنبه با ما باشید. ما درباره این دو تا سوال آخر صحبت میکنیم. از خود شما کمک فکری خواهیم گرفت، از دانش شما، از تجربه شما کمک میگیریم تا بتونیم زندگی خوبی رو داشته باشیم. بفرمایید. سوال این هفته: برای شما حکمت خدا چه معنایی دارد و چگونه میتوان از آن بهره مند شد؟ آمین. لطفا روی این فکر کنید.